بحران در سودان روز به روز در حال افزایش است و اکنون خبر میرسد که بیش از 95 درصد از جمعیت سودان حتی قادر به خرید یک وعده غذایی در روز نیستند با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم سودان پس از ده ماه جنگ در آستانه فروپاشی قرار دارد و کمتر از پنج درصد از جمعیت آن قادر به تهیه یک وعده غذایی در روز هستند. این مطلب طی مقالهای ای در وبسایت رسمی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه تی آر تی مورد اشاره قرار گرفته است. در ادامه این یادداشت آمده است که سودان از آوریل گذشته گرفتار درگیری بین ارتش و نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع شده که طی آن هزاران کشته بر جای گذاشته و منجر به آنچه سازمان ملل متحد آن را بزرگترین بحران آوارگی در جهان توصیف کرده گردیده است نویسنده این یادداشت داشت در ادامه اظهار داشته که بر اساس آمارهای رسمی این درگیری ها 10 میلیون و 700 هزار نفر را آواره کرده است و 18 میلیون نفر با ناامنی غذایی هاد روبرو هستند. بر اساس گفته نگارنده این گزارش گروه های امدادی هشدار داده که تحویل کمک ها به نیازمندان به دلیل دسترسی محدود و کمبود بودجه دشوار شده و مانع ارزیابی صحیح میزان بحران گردیده است این یادداشت در ادامه تاکید می کند؟ مردم محلی میگویند که مناطق حاصلخیز کشاورزی تحت تاثیر جنگ قرار گرفته است که منجر به متروک شدن مزارع شده و در پیش بودن فصل گرسنگی و قحطی بیش از پیش را باید انتظار داشت برنامه جهانی غذای سازمان ملل و متحد هم به تازگی اعلام کرد که بیشتر سودانی ها با گرسنگی روبرو هستند و فقط 5 درصد از جمعیت سودان روزی یک وعده غذا می خورند. مایکل دانفورد مدیر منطقه برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که این سازمان فقط به ده درصد مردم نیازمند در سودان میتواند برسد و به بیشتر مردم کشور نمیتواند دسترسی داشته باشند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از نیمی از 48 میلیونی که در سودان زندگی می کنند نیاز به کمک دارند و 18 میلیون نفر با ناامنی غذایی روبرو هستند. گفتنی است که سودان پر جمعیت ترین کشور با اکثریت مسلمان در آفریقا می باشد که 97 درصد مردم آن پیرو اسلام هستند. این کشور در حال حاضر به دلیل بحرانهایی که با آن روبروست در آستانه سقوط توصیف شده و بر اساس تحلیل با اوضاع کنونی آیندهای تیره و تار پیش رو دارد. هورا عبدالمجید اخبارشیه